شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در چند ماه گذشته بعد از گفتگوی کلی درباره موضوعهای اجتماعی به نهاد و یا سازمان سیاسی رسیدیم و بعد از اون به آنچه که به عنوان اصل در نظام سیاسی هست، قانون و حقوق و سیستم قضایی. عزیزانی، آقای دکتر آرام حسامی در قسمت سیاسی و آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان در قسمت حقوقی و قانونی و قضایی در برنامه شرکت داشتند و چون همچنان گفتگو درباره جنبه ها و موضوع های حقوقی، قانونی و قضایی مطرح است، آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان رو هم بر روی خط داریم. اجازه بدید که خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض کنم و خوشحالم که باز میتونیم در این برنامه با هم گفتگویی داشته باشیم. درود بر شما آقای دکتر هلاکویی عزیز و شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو همراه. بسیار ممنونم آقای دکتر. گفتگویی که مخصوصا در قسمت مربوط به شما داشتیم ما رو با این واقعیت روبرو کرد که نظام اجتماعی ناچار احتیاج به چسبی داره که بتونه مردم رو هم نزدیک کنه. این چسب بیشتر از کلیاتی درباره باورها و اعتقاداتشون، احساسات و عواطفشون و به هر حال درکی که از واقعیت دارند و هدفها و امیدها و آرزوهایی که در دل، و بنابراین به اینجا رسیدیم که چهار اصل اخلاقی واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، عدالت و انصاف، محبت و عشق همیشه وجود داشته یا در جوامع درباره سخن گفته شده و آنچه که مربوط به 100 سال یا 150 سال اخیر هست حرمت و حیثیت و حقوق انسانی است. به اینجا رسیدیم که به هر حال انسان قرار هست که خودش رو هم از زندان طبیعت به کمک علم و عقل آزاد کنه، هم با توجه به آگاهی هایی که پیدا میکنه خودش رو از حبس نفسش و گرفتاری هایی که به خاطر ویژگی های طبیعی و مادی زندگی در درون او و مخصوصا با توجه به تاریخ تکامل اون داره با اونها بجنگه تا اونها رو در اختیار بگیره و این دو جنگ مقدس با طبیعت و با نفس و طبیعت درون عامل فوق العاده مهمی در رشد انسان ها بوده، ولی متاسفانه ما به جنگ سومی هم دست زدیم و اون جنگ انسان ها با هم بوده که به سبب بیماری، گرفتاری، بدبختی مردم جهان در طول تاریخ بود. به اینجا رسیدیم که نظام اخلاقی یا آنچه که به عنوان مورالیتی میشناسیم، یعنی بایدهایی که به عنوان اصل و اساس پذیرفته شده، زمینه رو فراهم میکنه که بعد از اون به دهها یا صدها جنبه ارزشی یا ولیو سیستمی برسیم که همچنان به دلیل خوب و درست و مناسب بودنش مورد قبول هست و به عنوان واقعیاتی که ترجیح داده میشن یا واقعیات مرجح اونها رو میشناسیم و در کنار سیستم اخلاقی و ارزشی که ناچار باید ارزش با اصول اخلاقی کاملا در توافق و همگامی باشه، سیستم هنجاری یا قواعد رفتار و رابطه انسانی مشخص میشه که جنبه اصلی و اساسی اون قوانین است. بنابراین با توجه به موضوع رهایی انسان یعنی لیبرتی، باز کردن زنجیرهای او و یا آزاد کردن خودش، به دنبال آزادی میاد که در حقیقت آزادی در تحلیل نهایی بیقانونی نیست بلکه وضع و اجرای قانون درسته و اون زمانی که قوانین به درستی با توجه به هدفهای انسانی و یا اصول اخلاقی و انسانی تعیین بشند ما رو میتونه
کمک کنه که از یک جامعه سالمی برخوردار باشیم. و با توجه به این نکات بود که در جلسات گذشته در باره موضوع اخلاق و ارزش ها سخنی شما و من هر دو داشتیم و به اینجا رسیدیم که به نظر می رسه آنچه که در طول شاید 500-700 سال گذشته بوده که حقوق طبیعی بوده و در کنار اون همیشه یا به شدتی حقوق الهی وارد صحنه نظام ذهنی و فکری و تاریخ اندیشه به ویژه اندیشه سیاسی شده، انسان به دلیل اینکه اصل و اساس رو در خود انسان میبینه، یعنی آنچه که حتی برتر و بالاتر از انسانه، از جمله خدا، در ذهن انسانها از اونها کوچکتر و کمتره. خدا هرچه هست هست، ولی آنچه که ما حتی در وقت بیان این مطلب به کار میبریم آن چیزیست که در حوزه ذهن محدود و ناقص ماست و معلوم هست که هیچ ارتباطی با اون حقیقت که به هر حال به دلایلی در ذهن و فکر و احساس ما هست نداره. به همین جد است که اصل و اساس به انسان رسیده و حالا که به انسان رسیده، در حقیقت آنچه که در سراسر جهان در کشورهای پیشرفته و در محیط افراد آگاه، دانا و آشنا به علوم امروز پذیرفته شده، مسئله نه حقوق طبیعی، نه حقوق الهی، در حالی که از اونها باخبریم، بلکه حقوق بشر شده. و به همین جهت است که حدود، اگر اشتباه نکنم، 75 سال قبل یک منشور حقوق بشر یا اعلامیه‌ای که شامل یک مقدمه و 30 ماده است منتشر شد و اون رو به عنوان امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر میشناسیم. و در حالی که کمی، خیلی کم حرفایی درباره شاید تغییرات برخی از جملات و حتی کلمات درباره شده و یا اضافه کردن به اون، ولی به عنوان مهمترین سندی که تقریبا 3-4 صفحه هم نیست برای راهنمایی محیط اجتماعی و به ویژه زمینه‌های حقوقی، قانونی و قضایی و سیستم سیاسی، حتی اقتصادی و آموزش و پرورش و خانواده شناخته شده است. به همین جهت که خواستم ازتون خواهش کنم هر گونه که مایل هستید، چون شاید این سخن رو در برنامه گذشته به آگاهی شنوندگان خوب عزیز رساندیم که گفتگویی درباره کلی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس به موضوع قانون اساسی که به عنوان قانون مادر برای همه قواعد و قوانین، هم از اینکه نوشته یا نوشته نشده باشند، در یه جایی مشخص و معین باشه یا به هر حال از مسیر و راهی به اون میرسن، رو با شنوندگان خوب و عزیز در میان بگذاریم. بنابراین خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید این سخن رو آغاز بفرمایید. با کمال میل، خیلی خوشحالم که موضوع به اعلامیه جهانی حقوق بشر رسیده، ولی قبل از اون اجازه میخوام که دو مقدمه در ارتباط با مطالب بسیار سنجیده‌ای که بیان فرمودید نظر خودم رو عرض کنم. یکی مسئله این که همونطور که اشاره فرمودید، انسان در سه جبهه در حال جنگه: جنگ با طبیعت، جنگ با نفس خودشه و متأسفانه جنگ با هم نوع خودش. اما من فکر میکنم که هر سه این جدال‌ها و نزاع‌ها لازمه وجود انسان هست، یعنی این وظیفه الهی بشر یا اون رسالت اصلی انسان در کره زمین، لااقل ما راجع به انسان‌های که میشناسیم در این جهان صحبت میکنیم، که هم با طبیعت جنگن و او رو رام کنن و هم با نفس خودشون و اون رو تربیت کنن و در این حال به دلیل تنش‌هایی که در این دو جدال و چالش به وجود میاد با همدیگه هم در تعارض پیدا میکنن. اما شاید این جنگ های سگانه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، لازمه وجود
حیات انسانیه. یعنی ما شاید نباید منتظر روزی باشیم که به هر حال انسان پیروز بشه و در جبهه اعلام پیروزی کنه و تموم بشه. در واقع این یک حرکت تکاملی و تدریجی است و هر چقدر که انسان بتونه بر یک جبهه فائق بشه و یک موفقیت‌هایی رو به دست بیاره، افق‌های جدیدی در مقابلش پیش خواهد آمد. بنابراین این کوشش و کشش دائمی و این جدال دائمی جزء رسالت انسانه. ما نباید به نظر من این انتظار رو داشته باشیم که یه روزی به پایان برسه و به نتیجه نهایی برسه. همواره تا انسان هست وجود خواهد داشت. من دکتر عزیز نمیدونم، من برای اینکه بخوام خاطرم آسوده بشه، مطالبی که بیان کردید رو درست فهمیدم یا نه؟ آنچه که در خصوص جنگ با طبیعت هست که در حقیقت استفاده، یعنی شناخت طبیعت و بعد از شناخت و آگاهی استفاده از قواعد و قوانین طبیعت است به نفع انسان و به نفع دیگران، که این شامل حال بقیه موجودات بر روی کره زمین هم میشه. بنابراین به نظر من این جنگ مقدس یا هولی وار در خصوص انسان با طبیعته که به درستی فرمودید همیشه ادامه خواهد داشت چون پایانی برای اون. جنگ با نفس هم به عنوان یه فرد همیشه مطرحه، برای که ما دائما درگیر یک جدال دائمی هستیم که میان خوب و بد و درست و غلط انتخاب کنیم و پایانی نداره. و ضمناً اگر من و شما یه دورانی رو بگذرونیم، فرزندان من و شما و فرزندان فرزندان من و شما باز اونها از آغاز زندگی درگیر هستن. بنابراین با جنگ دوم هم کاملا آنچه که فرمودید رو من میشناسم، اما جنگ سوم جنگ نامقدسه، جنگی است که نباید باشه. درست است که واقعیت ها تا به امروز ما رو به اونجا رسونده که به خاطر رفع نیازها بیش از هر چیزی و کمبود که در جهان وجود داره بر سر اون منابع محدود با هم جنگیدیم. ولی در دنیایی که من و شما زندگی میکنیم و با مطالعاتی که در اقتصاد بین الملل شده، با توجه به این که مسئله اصلی و اساسی ما برای رفع نیازهای فیزیکی است و حتی در جهانی که هم اکنون 8 میلیارد نفر جمعیت داره، 2 یا 3 میلیارد یا گرسنه یا نیمه گرسنه و کمبود دارن و معلوم هست که بر اونها چه میگذره و چه مسائل و مشکلاتی به وجود میاد. اما ما میدونیم که با اصل تقسیم کار و تخصص منطقه‌ای و پیشرفت‌های علمی، مثلا جهش‌های اخیری که شده، همونطور که سال‌های سال ارزیابی کردن، ما حتی بیش از 225 میلیارد نفر رو حتی می‌تونیم غذا برشون داشته باشیم. و بحث اصلی و اساسی کشاورزی است که در حقیقت خاک رو تبدیل به ماده حیات بخشی مثل گندم یا میوه سیب و پرتقال می‌کنه و بنابراین به ما زندگی میبخشه. بنابراین این جنگ میتونه به پایان برسه و مسائل به نوعی حل بشه، همطور که از 1814 تا به امروز، یعنی میشه تقریبا 209 ساله اگر اشتباه نکنم، سوئد در هیچ جنگی نبوده. کشور سوئد تنها کشوری که در هیچ جنگی نبوده. و برتراند راسل به این نکته اشاره میکنه که در میان مردمان این کشور هیچ مسئله و مشکل و تفاوتی که بار منفی در هیچ جهتی داشته باشه نمیبینیم. آنچه که هست درست مانند بقیه کشورهای اون منطقه یا اسکاندیناوی است و در نتیجه میشه و به نظر من امید به یه صلح عمومی، صلح جهانی و رسیدن به یه مرحله است که اولا هم به خاطر اینکه هرچه مورد احتیاج و نیاز هست رو داریم و همونطور که خودتونم قبلا فکر کنم در گفتگوی چند هفته قبل اشاره کردید به مهمترین مسئله، که مسئله قدرتی است که از ضعف و زبونی میاد. یعنی قدرت یه توهم، واقعیت نداره. اون چیزی که از ضعف و زبونی است نخواهد بود، بنابراین جدالی هم نخواهد بود. به همین جهت که در تقسیم بندی حداقل آنچه که من غالبا فرصتی شده راجبه صحبت کردم، ما دو جنگ مقدسی داریم که موجب رشد و پیشرفت و تکامل و شکوفایی انسان در زمینهای مختلف، ولی این جنگ سوم
جنگ ویرانی و نابودی است و تقریبا در هیچ زمینه برش فایده ای نیست مگر اون زمانی که به دلیل تخصیص منابعی به برخی از امور اون هم برای کشتن بیشتر و سنگینتر بدون دادن هزینه موفقیت هایی مثلا در زمینه های متفاوت به وجود اومده که راجبش صحبت میشه کرد، ولی هزینه بسیار سنگینی برای برخی از اونها داده شده. نتیجتا امیدوارم مطلب شما رو چون یه اشاره کردید درست شنیده باشم، چون من اول دوم رو جنگ همیشگی، یعنی جنگ نیست، یه نوع چالشه، یه نوع مبارزه دائمی است برای مسیر رشد، بس یه مبارزه است که دانه برای ریشه یا برای ساقه یا برای شاخ زدنش داره حتی وجود خودش رو میشه کافه تا بتونه یه مرحله رشد رو موجب بشه. یعنی این چالش و مبارزه دائمی است در جهان و میتونه وقتی در مسیر درست باشه موجب روش بشه. اما جنگ میان انسان ها یه پدیده است که میتونه خاتمه پیدا کنه و به جای اون مهر و محبت و دوستی بنشه، برای که در وجود انسانی نه همچین تمایل غریزی که اصلا انسان غریزه نداره طبیعی نیست. و همطور که عرض کردم افراد اگر در شرایط مناسبی پرورش پیدا کنن و یه اصول کلی رعایت بشه، از اونجایی که گرایش انسان به سمت محبت و دوستی و رابطه و به هر حال لذت بردن و از حضور و وجود یکدیگر هست که براش ده‌ها و صدها دلیل داریم، میتونه زمینه رو فراهم کنه که قرن‌ها بلکه هزارها بگذره و آنچه که جنگ میان انسانه در صحنه‌ای که ما به عنوان جنگ میشناسیم، اینکه شما در زمینه فرض کنید اقتصاد یا در هر زمینه علمی مسابقه ای باشه، رقابتی باشه، مادام که قواعد به درستی وضع بشن و هدف ها مشخص باشه دلیلی برای جنگیدن نیست. همونطور که ما در صحنه علمی و دانشگاهی به دلیل رعایت حتی یه اصولی ما تونستیم بر اساس قواعدی حتی با وجودی که رقابتی وجود داره از سر همکاری و بعداً به دست آوردن نتیجه فایده‌ای که از آن همگان خواهد بود پیشرفت کنیم. فقط خواستم مطمئن بشم که آنچه که من میفهمم اینه و اگر مطلبی متفاوت است خوشحال میشم بشنوم، ولی به نظرم این گونه آمد، این بود که دلم نخواست ازش بگذارم. نه، من آرزوم اینه که این گونه که شما برداشتید، چون برداشت خاصی به نظر من در مورد جنگ سوم یا جنگ نامقدس یک تراشه ای از خوشبینی رو داره که آرزوی همه ماست. شاید صحبت من یک تراشه ای از بدبینی توش بود. علتش هم این است که جنگ سوم، جنگ نامقدس به جنگ مقدس دوم برمیگرده. یعنی تا وقتی انسان با نفس خودش در جنگه، یعنی همچنان شر در وجودش هست و تا وقتی که شر وجود داشته باشه هم جنگ دوم وجود داره و ناگزیر جنگ میان آدم ها هم پیدا خواهد شد. ولی خب ایدئال بشر و نقطه آمال همه ما این است که به اون صلح جهانی و اون هدف جنگ رو هم در این مفهوم باید تمایز قائل بشیم بین جنگ بین دولت ها که جنگ های مسلح هست، یا اختلافات بین مردم که از لحاظ عقیدتی یا آرمانی یا رفتاری با هم مشکل پیدا می کنند. ولی به هر حال هر دوی این نوع اختلافات رو همطور که هستادی فرمودید امیدواریم که در نهایت به صلح کامل و صلح جهانی منجر بشه. همچنان که خب مسئله قانون درست هم که اشاره فرمودید و واقعا تعریف آزادی، یعنی همون آزادی انتخاب قانون درست هست، باز ما رو مواجه با یه سوال دیگه میکنی که خب قانون درست از لحاظ کی، از لحاظ چی؟ با توجه به اختلاف و تفاوت و تمایزی که بین افکار مختلف، عقاید مختلف، حتی مذاهب مختلف و آرمان‌های مختلف در دنیا وجود داره، خب گروهی این رو درست، گروهی این، گروهی آن پسندن و باید رفت به مسیر اینکه واقعا یک معیار واحد یا یک ملاک، یک قدر متیقنی از یک ملاک واحد پیدا بکنیم که در سر اون توافق بکنیم. در
این رابطه من اجازه میخوام که برگردم به قانون بین المللی یا لایحه جهانی حقوق بشر که در 1966 در واقع تصویب شد توسط مجمع عمومی سازمان ملل، ولی در 1976 یعنی 47 سال قبل جنبه حقوق بین الملل به خودش گرفت، چون به تایید تعداد کافی از نمایندگان عضو سازمان ملل رسید و مهمترین منبع حقوق بین الملل شناخته شد از 47 سال قبل. و این منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر که همونطور که اشاره فرمودید 30 اصل داره، در این 30 اصل و در ظرف همین 3-4 صفحه‌ای که متنش آمده عالی ترین مفاهیم حقوقی و اخلاقی رو در خودش جمع کرده و به نظر میرسه که از همون حدود 50 سال قبل، نیم قرن قبل که این اعلامیه جهانی به تصویب رسیده، قوانین اساسی دنیا باید یا خودشون رو منطبق بکنن با این و این رو این اعلامیه جهانی رو به عنوان حداقلی از حقوق مسلم تمام مردم قائل بشن. و در واقع وظیفه و رسالت قوانین اساسی که بعد از قانون، بعد از لایحه جهانی حقوق بشر نوشته میشه، این است که قدمی به جلو برداره، یعنی حقوق و امتیازات بیشتری رو برای انسان‌ها قائل بشوند. این اون وظیفه. سال وقتی که فرصت بشه ما میتونیم اشاره بکنیم که چقدر قوانین اساسی که دوروبر ما هست، ایران خودمون هست، انطباق داره با این اعلامیه جهانی یا چقدر از اون دور افتاده. دکتر عزیزم، به دو تا نکته رسیدم. یکی این که من خیلی باور نداشتم که جز در موارد خاصی احتیاج به وکیل دارم، ولی الان در گفتگوی با شما سخت نیازمند یه وکیل آگاه و دانایی هستم که بتونه با شما گفتگوی کنه ببینیم حقی هم به من میرسه یا نه. و نکته دوم، مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم که اگر به من بفرمایید تا یه 23 سال گذشته در برنامه رازها و نیازها حرف غلط، نادرست، نامربوط، توصیه هزاران، ولی اینکه چیزی رو که حس و احساس میکنم یا باور دارم رو به گونه دیگه بیان کنم، هرگز این کار رو نکردم و هرگز نخواهم کرد. و اجازه ازتون میخوام، چون به نظر میسه کمی تفاوت نظر داریم، اجازه بدید که من یه توضیح عرض کنم، بعد در خدمتتون هستم. احتمالاً شاید بعد از پایم. اما نکته اول اینکه جناب دکتر سیروس مشکی، من مطلقاً به این که در انسان ذاتش یا هستیش زمینه حتی گرایش به سمت ترجیح رو میفهمم بد و منفی داره، یعنی شری در وجود انسان نیست. در وجود انسان شری نیست و هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که اگر یک کودکی به این دنیا بیاد و از یه روابط عادی بر اساس بعد از امکانات دو تا اسم، مهربانی و دانایی پدر و مادر باشه، اصلا هیچ تمایلی به برخورد، حتی هجومی بعد از یه مدتی، از یه سنی که از مرحله ریاکشن و واکنشی میگذره داشته باشه. یعنی ما هیچ فکر نمی کنم که ما در نهاد انسان هیچ زمینه ای برای اینکه میل به مبارزه و جنگ داره رو دارم. مخصوصا باز تکرار میکنم، اتفاقا همین استدلال رو برتراند راسل میکنه، داستان 1814 سوئد رو هم از همونجا میاره که هیچ دلیلی برای وجود داره. برخی از اوقات او حتی اشاره میکنه به برخی از ارزش ها که زمینه ای رو فراهم میکنه برای برخی از اوقات تخلیه های فشارهایی که آدما دارند، حتی در مسابقات عادی مثل حتی تنیس برسته به کشتی و بوکس که اون باز یه نوع دیگریست. ولی هیچ، این نکته را از کنم. نکته دومی که اشاره فرمودید این بود که شما، که البته فکر نمی کنم، گفتید نگاه شاید بد و منفی دارید و من خوشبین. نه، اصلا من خوشبین نیستم. من تو این زمینه اتفاق بسیار واقع بیدم، چون اگر واقعیت نباشه خوشبینی یه تخیله. این تصویر و تصور که حتی شما وقتی میبینید در یه منطقه، در یه خانواده، در یه منطقه مردمی که از امکانات برخوردارن، حتی کشورهای پیشرفته در هزاران موردی که بقیه مردم در حال جنگ و جدال برش هستن و یا سابقه تاریخ داره، ابدا در اونها اصلا خبری نیست. حتی خود شما و من دوست عزیز رو میشناسیم، نام نمیبرم،
که پسر و دخترشون در سوئیس بزرگ شده بودن و آمده بودن ایران و این پسر و دختر آنچنان در یه محیط آرامی بودن که وقتی تو مدرسه مورد هجوم قرار می گرفتن مثلا اصلا با چی کار کنن، حتی دفاع بلد نبودن. من خاطرم هست که مادر عزیزشون که روانشناس بودن و پدر گرامیشون که جامعه شناس بودن با من راجبشون صحبت می کردن که اصلا این بچه ها معطل مونده بودن، یه پرسش این چیه، یعنی اینقدر برایشون ناشناخته بود. بعدم به نظر میرسه آی دکتر که ما برای کاشتن تخم محبت و عشق به دلایلی که میشه کاملا راجبش صحبت کرد فقط کافیست تخم رو بپاشید، اما برای کینه شما باید ای بسا چندین متر توی زمین فرو برید و صدها بار اون رو تکرار کنید تا فرد رو به جای اینکه دست محبت و دوستی دراز کنه قصد جنگ و نابودی داشته باشه. اینی که ای دلتون میخواد من با کمال میل در خدمت هستم گفتگو کنیم بعد از پیام ها کاملا با شما، ولی من ابدا چیزی را نه واقعی میبینم که انسان ها تا اصلا رویایی نیست، اصلا خیالی نیست، برای که در عمل همکنون در جهان و در مقیاس حتی کوچکتر تا کشوری که مردم ناشناسن میشه برخوردها و روابط رو دید. یعنی چیزی نه در ذات انسانه، نه در طبیعت انسانه، نه هیچ مطالعه مربوط به رشد کودک نشون میده که اگر با امنیت و آرامش و محبت و مهربونی نسبی برخوردار باشه تمایل و گرایشی داشته باشه که ما فکر کنیم بزرگم که شد یه میلی فرض کنین به لشکرکشی حالا بین کشورها یا داشته باشه. اشاره فرمودید به جنگ میان دولت‌ها و مردم یا جنگی که دولت‌ها را می‌رسن، ولی اون کاملا بحث دیگری است و این مردمی که نماینده تا حدودی مردم باشن و خودمون مردم اهل محبت و مهربونی حتی مثل کشورهای فرض به فرض اروپای شمالی دولت‌ها هم قصد این نوع حمله و هجوم رو ندارن و به همین جاست که شما می‌بینید ضعیف‌ترین کشورهای دنیا وزارت جنگ دارند و قوی‌ترین کشورها وزارت دفاع. حالا بگذاریم از طعن زمینه طعن‌آمیز یا طعن‌آمیز این مسئله، ولی این است که میل شماست. ولی اگر هستاری، چون من فکر کردم شاید برداشتم از مطالبی که فرمودید خیلی دقیق و درست نبوده، اما با توجه به توضیحی که دادید یکمی به اینجا رسیدم و چون اشاره‌ای به زمینه‌های خوشبینی یا مسئله وجود انسانی کردید با اون اصلا جز در شرایط استثنایی که خودتون به دلیل آشنایی با مسائل جرم و جنایت در جهت ارتباط با یه کروموزوم حالا یا ایکس اضافه یا ایگره که اون اصلا قصه دیگری هست اونو داریم، ولی خارج از اون نه. بنابراین اجازه بدید که ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. یا منو دو مرتبه که حالا تناب رو انداختی کمکم میکنیم که من دستم استفاده کنم بیام بالا بریم سراغ ادامه جانی باشد، یا اگر دلتون میخواد درباره جنگ سوم صحبت کنید ولی تکلیف روشن میل شماست، این 4-5 دقیقه فکر کنید ببینید قصد کمک و نجات منو دارید یا قصد عرض کنم کشتن من توسط خودم. پیام ها رو میشه برگریم من در خدمتم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4-6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری سابق ایران و وکیل دادگستری در امریکا هستیم. گفتگو درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و احتمالاً قانون اساسی است که خوشحال میشم آقای دکتر هر گونه که مایل هستن گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید آقای دکتر. عرض می‌کنم با ما البته در نزدیک شدن به بحث قانون اساسی و دور شدن از اعلامیه حقوق بشر به گرداب مباحث فلسفی و جامعه شناسی افتادیم و اون مسئله خیر و شر در وجود انسانه. من چون حسابی در این زمینه واقعا استاد مسلم هستید، برای اینکه توضیح بدم که نظرم از کجا آمده بود، من یاد میارم از فلسفه‌ای که آقای دکتر هوشیار داشت و همچنین استاد جامعه شناسی دکتر شاپور راسخ همیشه میگفتن که انسان شدنیه نبودنی، یعنی که
معلوم نیست این بچه‌ای که متولد میشه، شما میتوانید که پتانسیال یا پتانسیالش رو داره، امکان و قوت خوب بودن یا بد شدن رو داره، بسته به اینکه چگونه اینو تربیت کنید، چگونه این رو پرورش بدهید و در تحت چه تعالیمی این رو قرار بدید. نظر من این بود که اگر انسان رو بتونیم، همونطور که حسابی هم بارها فرمودید، چند سال اول کودکیش رو درست کنیم، بله طبیعتاً هیچ امکان شری وجود نخواهد داشت. اما اگر همین کودک بیفته در آغوش یک خانواده‌ای که از اون فضایل اخلاقی و تربیتی بهره‌مند نیست یا اصلا امکانات تربیتی دور و برش نباشه، یا برعکس آدم‌های ضریر و فاسدی دور و برش باشن، میتونن که اون پتانسیال یا پتانسیال بد بودن رو در او پرورش بدن. نظر من این بود. از در وگرنه به صورت ذاتی همونطور که فرمودید حتما شری در انسان وجود نداره، ولی به هزار مورد ما میتونیم اشاره کنیم مواردی که بچه ها بیگناه در مسیرهای افتادن که ناچار از اینها یک جنایتکارهای مخوفی برمراورده. برحال آقای دکتر، برحال عرض کنم با توانایی که در جهت زدن پل داشتید، زمینه فراهم کردید که به هر حال ما بتونیم به هم برسیم. من فکر نمی کنم دلیلی برای گفتگوی بیشتر وجود داره و به هر حال در کلیاتش معلومه که با هم موافق هستیم. ولی بذارید قبل از اون من از شما یه سوالی بکنم. در حدی که حافظه من یاری میکنه، و لطفا تصحیح کنید چون من اشاره کردم، چون خاطرم هست که اعلامیه جهانی حقوق بشر اون زمانی که نوشتند و اعلام شد فکر با 1948 بود. اینکه در 68 و بقیه اشاره کردید به طرحش در سازمان ملل یا پذیرفتنش است، ولی آیا داستان 1948 که در ذهن منه هیچ جایی داره یا اصلا نداره؟ چرا؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر از منشور حقوق بشر فرانسه، اعلامیه فرانسه نشأت گرفته، و اگر اشتباه نکنم، چون حافظه منم اونقدر الان یاری نمیکنه، ولی فکر کنم اون اعلامیه‌ای بود که منشوری بود که در کشور فرانسه به تصویب رسید و مقدمه‌ای شد برای متن نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر. اوکی. بله از بعد از انقلاب کبیر فرانسه این نظریات پیدا شد در عالم. و کاملا درسته. به همجه هست که ببینید، چون بعد از جنگ جهانی دوم وقتی 45 تموم شد، ما نتایج مثبت و منفی فراوانی بعد از جنگ دیدیم. حتی میدونید نویسندگان بزرگی اصلا کتاب گریز از آزادی، Escape from Freedom، را ریک فرام می نویسه. یعنی اصلا یه مباحثی که ابدا قبل از اون مطرح نبود و همیشه جز دستاوردها یا آنچه که به هر حال جنگ آنچنان برای بر سر انسان آورد که به یه جایی رسید که به قول این امریکایی‌ها enough is enough، کافی است یکی از اونا در حقیقت رسیدن به یه توافقی در این زمینه بود. حالا با وجود این اصلا مهم نیست، من فقط خواستم متوجه بشم که چون یه تفاوتی در سالها بود، ولی آنچه که در خصوص سال پذیرشش یا اعلانش یا تصویبش هست، آنچه که شما فرمودید درسته. حالا هر گونه که مایل هستید درباره محتوای اون بفرمایید. بله، این متن نهایی که ما داریم هم که از کردن 1976 به اصطلاح به عنوان حقوق بین الملل شناخته شد، ولی برای اولین بار 1948 بود که اگه اشتباه نکنم روزولت بود رئیس جمهور امریکا که این متن رو با الهام از متن اعلامیه فرانسوی گرفت و به عنوان حقوق بشر اعلام کرد. البته میتونیم بستگی داره به اینکه از چه زاویه نگاه میکنیم، چون به نظر من حتی متمم قانون اساسی امریکا هم یک نوع اعلامیه حقوق، چون وقتی قانون اساسی امریکا رو نوشتن تازه متوجه شدن که فقط یک اصول اداری رو تنظیم کردن و اصلا ربطی به حقوق انسانها و حقوق مردم امریکا و ساکنین امریکا نداره. این بود که مجبور شدن ده
اصل بعدی رو به عنوان متمم، یعنی متمم قانون اساسی رو اضافه کنن که ده اصل نخستش به اعلامیه حقوق بشر مردم امریکا معروف شد. بنابراین از لحاظ تاریخی اعلامیه فرانسه رو داریم، اعلامیه 1948 امریکا رو داریم، 1966 مجمع عمومی رو داریم و 1976 اعضای مجمع عمومی سازمان ملل. ولی به هر حال بفرمایید، این در این سی است که اشارش به آزادی و تساوی انسان‌ها و نبود هیچ گونه منع و محدودیتی از لحاظ جنسی، نژادی، مذهبی، هیچ گونه تفاوتی بین انسان‌ها قائم نمیشه. این یک متن فوق‌العاده عالی و زیبا و ایدئالی است، برای اینکه حتی در طبیعتی که ما می‌بینیم انسان‌ها متفاوت به دنیا میان با اشکال مختلف، با توانایی‌های مختلف یا ضعف‌های مختلف، ولی این قانون سعی می‌کند که اون ایرادایی رو که در طبیعت نهفته است و ابتدا در نهاد، یعنی انسان‌ها به صورت‌های مختلف و با انواع تبعیض‌ها تا به این دنیا می‌گذارن، برطرف کنه. و از این جهت فوق‌العاده به نظر من مقدس این اعلامیه. ای دکتر، اگر علاوه بر اون مقدمه ای که آمده، من حتی چون یکی دو دفعه کنفرانس 3 ساعته درباره فقط ماده اول داشتم، یعنی ماده اول که اتفاقا برخی از اوقات مورد سوال دوستان هست، چون میدونید بسیاری از اوقات دوستان حرفشون است که ما برای اومدن به این دنیا که آزادی نداشتیم، ما که در اون دنیا ازمون نپرسیدن میخواید برید به این دنیا یا نه، حالا من نمیدونم از جانب پدر دارن میگن یا مادر، یا ای بسا بعد از به وجود آمدن سلول انسانی، و حرفشون است پس اینکه ما آزاد به دنیا میایم یعنی چی. آنچه که من از اعلامیه جهانی حقوق بشر متوجه میشم، جمله اولش است که همه افراد بشر آزاد به دنیا میایند، یعنی آمدن قید و بندی جز آنچه که در حقیقت طبیعت که مشخص و معین بر اونها حاکم هست ندارن، و حالا وقتی درگیر روابط اجتماعی میشن، درست مانند کسی که نه بدهی یا نه بستان یا نه حساب یا نه کتاب یا با صفر یا بی حساب و بی کتاب وارد میشه، یعنی همه افراد بشر آزاد به دنیا و از لحاظ حقوق و حیثیت با هم برابرن، یعنی هم مسئله حقه که این حق تون بهتر میتونید با مفهوم مرز و حد، یعنی باوندری همراه میشه، یعنی حقه و حدوده، و بعد حیثیت و حرمت و کرامت انسانی است، یعنی با آزاد بریم از لحاظ حیثیت و حقوق، اینجاست که اشاره فرموده تاکید مهمه، با هم برابرن. اما قسمت بعدش جالبه، همه دارای عقل و وجدان میباشن، یعنی اولا میپذیره مشخصه برجسته انسان رو در مقام مقایسه با بقیه موجودات، چون به یک اعتبار وارد اون بحث نمیخوام بشم، در طبیعت عقلی نیست، طبیعت بر اساس قاعده و قانون حرکت میکنه، اما انسان تنها موجودی است که میتونه عقلی داشته باشه، ولی برتر از اون وجدانه که گفتگوی قبلی ما رو در بر میگیره، یعنی یه دادگاهی در درون که توانایی تشخیص درست و غلط و خوب و بد رو داره، و وجدانی در حقیقت حکمی است بر مبنای واقعیت و حقیقت، نه در مسیر مصالح و منافع من. برای این قسمت دوم این ماده وقتی میگه که همه افراد بشر آزاد بدون از لحاظ حقوق و حیثیت با هم برابرن، همه دارای عقل و وجدان میباشن، اما بعدن بایدی که پشتش میذاره حالا باید با روح محبت یا برادری یا خواهری، اون انشاءالا قصدی نیست، با هم رفتار کنه، یعنی این انتظار و هدف محبت رو داره، و این به نظر من جان کلامه، یعنی به راحتی میشه گفت که اگر همین موضوع رو ندار بخوایم تفسیر و تعبیر کنیم، نه در همون حد واقعی کلمات، اونم در یه چنین عبارتی با این همه عمق و به نظر من وسعت، چون معمولا کمتر پیدا میشه، همه افراد بشر آزاد بمیان از لحاظ حق و حدود و حرمت برابرن، میپذیریم انسان عاقله و میپذیریم انسان یک وجدان درونی داره که میتونیم به اون دادگاه درونی او مراجعه کنیم یا از او بخوایم
که از طریق حکم اون دادگاه که وجدانشه احکام رو به نوعی صادر کنه یا تایید کنه، و تنها انتظار این است که اون زمینه روح برابری و برادری است. یا فرض بفرمایید ماده، اگر اشتباه نکنم، 4 اینه که احد ایران نمیتوان در بردگی نگاه داشت و خرید و فروش بردگان به هر صورت ممنوعه. یعنی یه خطی میکشه بر روی یه تفاوتی که در طول تاریخ وجود داشته، و متاسفانه همطور که بهتر از من میدونید حتی ادیان بزرگ نه اون رو حرام کردن نه منع کردن. درسته ممکنه تشویق نکرده باشن، ولی وجود داشته. میدونید اصلا یه چیز فوق العاده حیرت انگیزه. و در اون قسمت هم که به درستی اشاره کردید، این تفاوت نه میان زن و مرده، نه میان نژاد، نه میان مذهب، نه میان حتی ملیت، یعنی یا قومیت، هیچی. یعنی یه مفهوم کلی از انسان رو داره، برای که اساس اصلا بشره. شاید یه مفهومی برتر از آدم و انسانه که یعنی همه رو در بر میگیره، همینقدر که شکل و شمایل انسانی رو داره. خوشحال میشم اگر در این باره، چون مطمئنم مطالبی هست، بفرمایید، برای که مطلب روشن بشه واقعا اون خمیر مایه چه هست. یعنی چجوری این اعلامیه نگاه میکنه به تفاوتهایی که من و شما میبینیم، جز یک مورد که مطمئنم شما هم باش موافقید، که برمیگرده به اینکه سن سبب میشه که برخی از اوقات افراد در اون حد توانی نباشند که مثلا در 2 سالگی یا 5 سالگی که اون عقل و وجدانه بتونه راهنماشون باشه، و اینجاست که به نوعی مسئله سرپرستی پدر و مادر یا هرچی که نامش رو مایلیم بگذاریم رو خواهند داشت. غیر از مورد سن که به هر حال پذیرفته شده است، من فکر نمی‌کنم هیچ آدم کمی آگاه بچه 2 ماهه با 20 ساله رو بخواد مساوی بگیره یا مساوی بدونه یا بگه این مفهوم اونجا هم صادقه. ولی اگر عامل سن رو، که اونم تازه در افراد هر کی 2 ساله است، یه روزی هم 12 ساله و 72 ساله میشه، 72 ساله یه روزی 2 ساله و 12 ساله بودن، یعنی باز کسی مورد تبعیضی و تفاوتی قرار نمیگیره. ولی برای اینکه واقعا موضوع شکافته بشه دکتر، به نظر بدیهی میاد، اما بعدن ببینید خیلی راحت برای تفاوت زن و مرد حرفایی میزنید، بعد برای فرض بفرمایید تفاوت سیاه و سفید حرفایی میزنید، بعد درباره باور به اعتقادات مذهبی سخنرانی میفرماییم، هر گونه که دلتون میخواد. کمی میخوام با اون آگاهی و دانایی که دارید این مسئله رو بشکافیم که بعدن وقتی به قانون اساسی میرسیم خاطر اون آسوده باشه چی، ما به نوعی مواظب و مراقب باشیم که گرفتار تضاد و تناقضی نشیم. حتما. البته میدونید وقتی که در متن قانون یا حتی اعلامیه حقوق بشر صحبت از همه افراد میکنه، بنابر یک اصل حقوقی همیشه حکم رو بر اغلب جاری میکنیم، یعنی منظور از همه افراد اغلب افراد هست، وگرنه طبیعتا همه افراد انسانی نمیتونن مشمول اون حکم باشن که همه عاقلند یا همه وجدان دارن، وجدان خلقی و اخلاقی دارن، برای اینکه همچنان که بعضی ها میتونن ناقص الخلقه از لحاظ جسمی متولد بشن، میتونن از لحاظ فکری یا وجدان خلقی هم با کمبودهایی به این دنیا بیان. من به خاطر دارم یک پرونده‌ای بود در امریکا که خیلی سر و صدا کرد، و جالب این پرونده برای اینکه 2 تا پسر 18 19 ساله که شاگرد اول بودن در دبیرستان خودشون و هر دو از خانواده‌های خیلی مرفه و معروف امریکا بودن، و وقتی که دبیرستانشون رو تموم کردن، یکیشون در هاروارد، دانشگاه هاروارد پذیرفته شده، یکی در دانشگاه ییل، و پدر یکی از این پسرها به اینها گفت چون شما اینقدر درس خوب خوندید و در دانشگاه برجسته پذیرفته شدید، من به شما یک کادو میدم قبل از اینکه برید تحصیلات دانشگاهی رو شروع کنید، 1 ماه به هزینه من برید در اروپا و گردش کنید و خستگی درس خوندن از سرتون به در برید. و اینها 2 روز قبل از اینکه سوار هواپیما بشن و به فرانسه برن، با ماشین یکیشون داشتن میگشتن در محلشون و تصمیم میگیرن که یک پرفکت کرایم رو انجام بدن، یعنی انقدر به خودشون مغرور بودن از لحاظ هوش و
سواد و اینها که میگفتن ما میتونیم یک جرم کامل انجام، همطور که میدونید جرم کامل یعنی جرمی که کشف نشه و نتونن مجرم و مرتکب رو پیدا بکنن. و اینها رفتن یه پسر 12-13 ساله در همسایگیشون رو که بازی میکرد تو خیابون، گفتن بیا سوار ماشین شو بریم بگردیم، و او رو سوار ماشین کردن رفتن و بعد با یک سنگی آجوری چیزی به سر او که در صندوق عقب نشسته بود زدن و او رو کشتن و جنازه‌ش رو انداختن به زیر ریل قطار که قطار از روش رد بشه و قابل تشخیص نباشه، و بعد برگشتن و فکر میکردن که یک جرم کامل، یک پرفکت کرایم انجام دادن که پس فردان که دارن میرن به اروپا. و تنها طوری که پلیس تونست 24 ساعت بعد اینا رو پیدا بکنه این بود که اینا برده بودن ماشین رو بعد از این جنایت به کارواش داده بودن که بشورنشون، و اون پسر بچه خورده عینک میزده و خورده شیشه های عینکش توی صندلی عقب مونده بود. و وقتی که خبر این جنایت پخش شد و خیلی امریکا به هیجان آمد سر این ماجرا که یک پسر بچه اینطور با بیرحمی میکشتن، مدیر کارواش خبر داد به پلیس که من یه ماشینی رو شستم که خورده شیشه عینک توش بوده، و از اونجا اینا میرن و پیدا میکنن صاحب ماشین رو و این دو بچه رو دستگیر میکنن و به زندان میبرن. خب بهترین و بزرگترین وکیل جنایی امریکا رو استخدام میکنن و اون در اینها در فیز اول محاکمه محکوم میشن، یعنی مجرم شناخته میشن و میرود به فیز دوم که دادگاه دوم باید حالا بین حبس ابد و اعدام یکی رو برای اینها انتخاب کنیم، و وکیلشون که هستم یکی از بهترین وکلای جنایی امریکا بود دفاعش رو بر این اساس قرار داد. 8 ساعت تمام صحبت کرد در دادگاه، گفت که همونطور که بعضی از انسان ها ممکنه متولد بشن یک نقص عضوی داشته باشن، یه انگشت نداشته باشن، پا نداشته باشن، دست نداشته، چشم نداشته باشن، بعضی انسان ها میتونن با نقص عضوی به دنیا بیان که دیده نمیشه به ظاهر، ولی در وجود داخلیشون و روحیشون یکی کلمه به عنوان مثال یک عضوی در اعضای در بدن انسان وجدان اخلاقیه، و بعضی ها میتونن به دنیا بیان بیان که این عضو رو داشته باشن، این اخلاق رو، این وجدان رو، این حالت لزوم امور اخلاقی رو داشته باشن. و این دو پسر هم که اینقدر باهوشن، در خانواده بسیار مرفه به دنیا آمدن، درسشون عالی بوده، در بهترین دانشگاه ها قبول شدن، اما این حرکتی که کردن و این تصمیمی که گرفتن که یه همچین جنایتی رو مرتکب بشن نشوندن و بیانگر این است که اینها ناقص الخلقه از لحاظ روانی به دنیا آمدن، یعنی اون عاملی رو که به عنوان عامل تشخیص خوب و بد یا امر صالح و امر به اصطلاح ناصالح پس رو نمیتونن تشخیص بدن، و این ضعف وجدان باعث شده که مرتکب همچین حرکتی بشن. و شما اینها رو اگر اعدام کنید مثل یه آدم بیمار رو اعدام کردید، و در نتیجه این دفاع البته بچه ها به حبس ابد محکوم شدن که هر کدوم بعد از 12 سال آزاد شدن، البته یکشون در زندان مرد، یکی دیگه آزاد شد. ولی منظورم این است که وقتی که در اعلامیه حقوق بشر میگه همه افراد برخوردار هستند از آزادی ها و امور وجدانی و اخلاقی، متاسفانه میبینیم که استثناءاتی وجود داره که افرادی به دنیا میان، و همچنین مثلا در مورد سن هم که فرمودید، هم سن خیلی که هم سن خیلی بالا که با خودش یک ناتوانی ها و علت هایی رو به وجود میاره که اشخاص دیگه نیاز به کمک دیگران دارن. در دو مرحله انسان در ابتدای زندگی و در اواخر عمر میتونه نیازمند کمک باشه، و یه مقدار رمدیال میجر یا کمک های جبرانی باید در کنارش باشه تا بتونه مثل بقیه سروایو کنه. غیر از این دو استثناء دیگه من فکر میکنم که همه اصول رو ما به راحتی و زیبایی در ادامه‌ی